یکیش این بوده که میامده انبیا کار میکردن یه جایی که میخواستن چیزی رو بخورن، تعلیم به ماست که این از گروشون پایین نمیرفته، میامدن با میستدن دمه در این بر اون بر صدا میزدن، سلطان دولت صدا زد، صدا میکردن که این حافظ واقعا پادشاه چی میگه آدم مثلا خودش گفته من تغییرم، ولی من در این فقر به کمال بنده خیشتر هم خواهم که به شاهی برسم، پادشاه بوده واقعا حافظ. این پادشاه میگه که در سرای مغان، و سرای مغان همین دیوان حافظه، در سرای مغان رفته بود و آب زده، آدم جارو بکنن آبم زده باشن درم باز مثل در بهشت، چون در جهنم بستر ما بی خودی میریم باز میکنیم، در جهنم یعنی با فطرت ما سازگار نیستن، کسی بی خودی هم که در جهنم کی باز کرد، در جهنم بسته است، در بهشت که بازه، امشب در بهشت خدا بای پندری که مرحوم بلک خراسانی گفته در بهشت همیشه بازه، آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت هم در شربت است. در سرای مغان رفته بود، و سرای مغان هم یعنی اونجایی که به آدم حکمت میدن، معرفت میدن، اروپایی هایی فهمیدن که مغان اون ارتباط که زمان اشکانی و پیش از اونها که فلسفه نور و فلسفه یگان پرستی و این که یک خدا در عالم هست، هم تو یک خورشید در سحن سما سب شبر بستر به سحن خانه، این اول مغان گفتن، مغان بودن که رسم هدیه دادن رو برای مسیحی آوردن، اونها بودن که گفتن یه بزرگی پادشاهی داره ظهور میکنه، اصلا معنی پادشاه رو عوض کردن، اصلا گفتن یه پادشاهی داره ظهور میکنه که وقتی به دنیا میاد پادشاهی دن که بعدا بیان با هزار جون کندن و با هزار بدبختی سر اینه ببوره، سر اونه ببوره، یه جماعتی رو کور بکنه، کر بکنه که پادشاه بشه، نه، پادشاه به دنیا آمد، حضرت مسیح وقتی به دنیا آمد پادشاه بود، ما را چو عیسی بی سبب در مهد آید سروری، ما را چو مریم بی سبب از خار خشک آید لطف، ما را چو عیسی بی طرف در مهد آید سروری. پادشاه بودن این ستاره شناسان گفتن که ستاره شناسان اونایی کسان که انوار الهی رو میشناسن، گفتن که یه پادشاهی داره ظهور میکنه در بیت لحم، بیت لحم کجاست؟ بیت لحم همینجاست، بیت لحم یعنی خانه گوشت و پوست و استخون، ما کجا بودیم که آمدیم بیت لحم؟ اینجا مهمون سرای ما، مهمون سرای عباسی، هم بیت لحمه، اومده این روح نازنین ما به اون درجه از جمال و زیبایی که به قول مولانا گفته که این اصلا از شدت زیبایی این عقل دائما واسطه، هم به جوی عقل هم صحبت کنیم شد، عقل و عشق، عقل واسطه مراقبه که یه وقت نکنه این روحه یکی ببیندش، یکی گولش بزنه، میگه که غیرت عقل است بر خوبی روح، پرز تمثیلات تشبیهی نسو، با چنین پنهانی که روح راست، عجیبه که روح که آشکاریست که ببیننه که مثلا دلبری بکنه یا مثلا گولش بزنه، نه، با چنان پنهانی که روح راست، عقل درده این چنین رشبین چراست؟ چرا اینقدر فسادت میکنه که پنهان اصلا؟ از که پنهان میکنی؟ ای رشب خوب، آن که پوشیده است نورش روی او، محجوبتون ان کل مغلط ناظره، این روح وقتی آمد اصلا نمیدیدنش از شدت نورانیت، محجوبتون ان کل مغلط ناظرن و یلتی سفرت و لم تتبرقی، اصلا نقاب شما نمیشته بود، ولی با وجود این عقل خیلی مراقبه، گفتش که رشت از آن افزونتر است اندر تنم، کس خودش خواهم که پنهانش کنم، با کسی ممکن نبینه، ولی از خودش هم میخوام که من اینقدر حسودم دارم نخود خودش خودش ببینم، تو آینم دارم نخود خودش ببینم، از اینکه نشانه محبوبیته. بنابراین میگه که این نوعان آمدن گفتن که ما بریم برای این بزرگی که داره به دنیا میاد، این پادشاهی که داره دنیا میاد هدیه ببریم، و هدیه مغان در زبان انگلیسی اگر مطالعه بکنید داستان او هنری رو، هدیه مغان یعنی هدیه که آدم تمام هستی شو بپوشه احیا بکنه، این میگن هدیه مغان، و هدیه مغان گفتن که متعالی ترین هدیه هاست، هدیه است که از دل و جانش انسان نمات و هدون لن تنال البر حتی کن بخون نمات و هدون. حالا این مغان در رو باز کرده مثل حافظ
که در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته تیر و سلامی به شیخ و شاه زده. سلام زده تو شیخ، شاه جوان پیر سه محدودیت سنی نداره، محدودیت جنسی نداره، زن مرد بزرگ کوچیک عقیده نمیدونم فلان همتون بیان. که در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته تیر و سلامی به شیخ و شاه زده. سبوکشان وقتی خدمت میکنن در این میخانه عشق، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر. اون پیر مغان همونست که در عرش نشسته، اینجا مظهرش پیر مغانه. سبو بر این که در بندگی او هستن، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر. وقتی است که کمر بندگی رو بنده، معمولا بدم کمر بندگی منه خواب میشه، خفیف میشه، کوچیک میشه، آدم میداره تعظیم بکنه. ولی یک کسی هست که هر چی بیشتر بهش تعظیم بکنه بزرگتر میشه، که عظیمه، اینقدر عظیمه که هر کی به اون تعظیم بکنه از عظمت به آسمان میره. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. ز شور و عربده شاهدان شیرینکار، قدح شکسته سمن ریفته رباب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت، که ای خمار کشه مفلس شراب زده. چه این کند که تو کردی به ضعف همت و راه، تو گنج رو گذاشتی ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. اومدی یه چیزایی که فانی و خراب و مندرس، از همه اولش مندرسه، اون آوردی گنج خانه، از تو گنج خانه اومدی بیرون. که ای خمار کشه مفلس شراب زده، چه این کند که تو کردی به ضعف همت و راه، ز گنج خانه شده یه گنجی مثل زیبایی هست از اون زشتی برای چی میری؟ یه گنجی مثل لبخند هست که را عقل بکنه آدم. چهره آدم خنده به غم خارگی لب نشان. یه خداوند اینو گذاشته اینجا که این غصه نخوره. خنده به غم خارگی لب نشان، زهره به خونیاگری شب نشان. دور زبان را صدف گوش داد، اگه گوش نمی آفرید زبان را هرچی دور بریده. دور زبان را صدف گوش داد، نخل زبان را رطب نوش داد. اون گفت که تو چه این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. بنابراین یه نفر بیشتر نیست که سلای زده، یک گوهر هست. اون یک گوهر وجوده، حالا هرکی میخواد منکر بشه، میخواد منکر وجود بشه. حالا من تعجب میکنم بعضی میگن آقا خدا هست نی، حالا نمیدونه تو چی روی صحبت میکنی. یه چیزیست که عالم رو پر کرده، این چجوری سوال میکنه؟ عبدالله شک کن پاتر سنوات ولد شک داره اصلا. اگه هرکی شک کرد بدونی که در اون موضوع قضیه اصلا مونده، نمیدونه تو چی روی صحبت میکنه. ولی اگر تو بفهمی که همونیست که همه جا رو پر کرده، همونجوریست که همه موجودات ذره به ذره کائنات رو نیاز دارن، اونی که تمام ماهیات، چون غیر از وجود ماهیته، ماهیت یعنی چیستی. ما دو تا معنی بیشتر در عالم نداریم، یکی معنی هستی، یکی معنی چیستی، همین دو تاست. اگه کسی معنی سومی سراغ داره بیاد بگه یا چیستیه یا هستی. برای چیستی وقتی میگن این چیست، آن چیست، بچه ها اول که زبون یاد میکنن میگن این چیه، اون چیه، میپرسن میخواد بینه ماهیت این چیه. بنابراین هر ماهیتی توضیح میدن، جواب میدن که آقا این سیبه، سیبه گفتش که این سیبا رو بخرین، مبهیست، مشهیست، مخبیست، خوب چیزی هم هست اسفحانی گفتش این رو توضیح میدن. خب بله سیب مشخصه، مشهبیه، خواست رو داره، ولی به شرطی که سیب باشه، اگه نباشه چی؟ اگه هستی رو بهش ندن دیگه نه مبهیه، نه مشهیه، نه ماهیش کدوم از اینا. اگر بگن که ما یک عروسی برات پیدا کردیم و یه دامادی که این قد بلند، مشخصات این، حساب بانکی اون، نمیدونم چنین چنان، جمال کمال نداری، نیست دیگه تمام منتفی میشه. پس اون یه دونه است که اگر وقتی این معنی هستی رو از زیر هر چیز، اون سوبستانسه، یعنی اون زیر ایستاره، یه سر اگه یه خورده پاشو بکشی بیرون همه میرزن، اگر نازی کند از هم
اگر نازک کند از هم فرو ریزن قالب ها، تمام قالب ها میزه پایین. بنابراین ما دو تا گوهر داریم، ببخشید یه دونه گوهر داریم که اون دومیش که گوهر نیست، در واقع تجلی اون گوهره. اون گوهر رو هم مرزبندی میکنن، به دیکش اینجا نشون میدن، چیش اونجا نشون میدن. این تعینات و مظاهر و مرزها رو بهش میگن ماهیت. ماهیت نه اینکه چیز تازهی باشه، ماهیت هم وجوده، ما شمت راحت الوجود. منتها وقتی که شما وجود رو بهش اضافه میکنی، این وقتی تعینی میشه، میگن این دایره است. شما اگه یه باقی داشته باشین، این دار باق مورد، یه باق بزرگ بی نهایت، هرچی میریم باقی، این باق مثلثه؟ نه، مربعه، ولی که حدود نداره. چه چیز دایره است، دیزیه، هم رو پرویی، چه شکل نیست. مگر اینکه بیان یه تیکش رو مجزا بکنیم، از اون باق چهار تا دیوار بشه دیگه مربعه. و مربع چیزی نیست که اصلا مربع بودن، شنی نداره. همین دایره هر بی کسی بگن، همون باقه. ما میان فکر میکنه مثلا در مقابله اون میگه ماسوالله، این یکی و اون ماسوالله وجود نداره. اینا همشون از او وجود گرفتن. الله نور السماوات و الارض مثل نور کمشکات فیها مصباح، از اون مصباح که قابلیت نور ببخشید مشکات این چی؟ مشکات این جای چراغ، جای چراغ چقدر با نور فاصله داره، اینش میگن امکان استعدادی به اصطلاح در فلسفه. یعنی صرف قابلیت نوری وقتی میشه چراغ بذارن اینجا که روشن بشه، داده چراغ روشن باید بشه. بنابراین مشکات این جای چراغ، اما جای چراغ هم به مناسبت این که بعدن اینجا ممکنه چراغ بذارن، از الان یه نورانیتی به خودش میگیره. بعد که میان چراغ رو میذارن، چراغ روشن، چراغ روشن میکنن، یکاد و زیتو های یوزی نور شوشن میشه. بعد وقت یه درجات دیگری همینطور تا آخرش هم نوره، تا میرسه به نورون علا نور و یحیی الله به نور ایمن یشد. بنابراین امروز میخوایم که از ماهیت هم صحبت بکنیم. ماهیت رو اومدن تقسیم کردم، میخواستم ماهیت رو به تو معرفی بکنم. تو ماهیت گداست، دست در دامن هر کس که دارم رسوا بود. ماهیت چیزی نداره اصلا، منتها به اعتبار این که وجود بده خداوند بهش، اگر وجود نمیدودن هیچی نبود، ولی درها چون وجود پیدا کرده یه تعین یه محدودیت داره، ما هم یه اسمی روش میذاریم میگیم چیست. حالا این چیستی ها رو اومدن به پنج گوهر تقسیم کردن، گوهر عقل، یکیش گوهر عقله، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانن، یکی گوهر عقله. که کارش چیه؟ خاصیتش چیه؟ هر کدوم این گوهرها یه خاصیت ویژه دارن، هر کدوم یه خاصیت دارن. گوهر عقل خاصیتش تمیز، تشخیص، فهم، آگاهیه، میتونه تشخیص بده، میفهمه، ارتباطات رو تشخیص میده، علم رو تشخیص میده، خوبی رو تشخیص میده، زیبایی رو تشخیص میده. تبلور عقل در ریاضیات شما میبینید، در جامعه میبینید، در نمیدونم ادارت میبینید، در اخلاق میبینید. یک کتابی هست که من توصیه میکنم به نام The Life of Reason، زندگی و شرح حال عقل، اینو بخونید، از جورج سانتایانا، فیلسوف اسپانیاییه، به نام زندگی عقل، پنج جلده. یکیش هست Reason in Common Sense، Reason in Common Sense، یعنی عقل در همین فهم عمومی ما. همه ما بالاخره یک عقل عمومی داریم، Common Sense یعنی همون عقل عمومی که به همه دادن، و این خیلی هم مورد اعتباره. نشون داده که عقل چطور سریان داره در قضاوت‌های یومیه و روزمره ما. یکی هست عقل Reason in Beauty، زیبایی. فکر نکنه هر توی بی خودی یه چیز زیبا میشه، ملاک داره. بعضی ها که میخوان ملاک های زیبایی رو به هم بزنن، میگن آقا زیبایی ملاکی نداره. خب ملاکی نداره بفهمه شما،